عزیزان به آشپزخونه من خوش اومدین امروز شیرنی بهشتی رو میپذیم که یه شیرنی سنتی ایرانیه از اون شیرنی خیلی خوشخور که ممکنه یه دیس و یه جا بشینید بخورین 150 گرم پودر قند رو به اضافه 150 گرم روغن نیمه جامد توی ظرفی میریزم یک دوم قاشق چای خوری وانیل بهش اضافه میکنم برای اینکه پودر قند توی فضا پخش نشه اول یه مقداری با روغن مخلوطش میکنم به این شکل و بعد همزن رو روشن میکنم میتونین به جای وانیل از یک دوم قاشق چایخوری پودر هل استفاده کنید. این مواد رو برای مدت 4-5 دقیقه با دور تند همزن میزنم گاهی هم دورگیری میکنم حتما مدت زیاد بزنین که پودر قند کاملا توی روغن حل بشه و زمانی که میخواین اونو نوش جان کنین زیر دندونتون نیاد دونه های پودر قند چهل گرم روغن مایه بهش اضافه میکنم یه مقداری هم میزنم و بعد آرد رو اضافه میکنم آرد رو در چند مرحله اضافه میکنم دویست و پنجاه گرم آرد برای این مقدار روغن و پودر قند کافیه آرز رو کم کم اضافه می کنم که هم زدن اون راحت تر باشه و راحتتر خمیرمون به دست بیاد. خمیر شیرنی بهشتی برخلاف شیرنی های دیگه ایرانی یه مقداری شلتره یعنی راحت میتونین بریزین داخل قیف و قیف بزنین. نباید مثل شیرنی های دیگه ای ایرانی که با وردنه باز میکنیم صف باشه یه مقداری نسبت به اونا نرمتر و لطیفتر و شلتر هستش یه مقدارش رو توی قیف ریختم بقیه رو با یه مقدار پودر کاکو مخلوط میکنم این که رنگ شیرینی بهشتی کاکویتون کم رنگ باشه یا پر رنگ دست خودتونه میتونین کاکوه بیشتری بریزین یا کمتر حالا به چند نکته توجه کنین همینطور که دیدین من خمی رو داخل قیف نایلونی ریختم و بعد داخل این قیف پارچهی ای گذاشتم اگر داخل قیف نایلونی باشه امکان پاره شدن قیف وسط کار هست و اگر فقط داخل قیف پارچه‌ای بریزین حتما بدونین چربی و روغن خمیر از قیف خارج میشه و تمام دست و سینی رو پر چربی میکنه. نکته دیگه در مورد ماسوره هاست. ماسوره هایی که برای شیرینی بهشتی استفاده میشه از ماسوره های آچاری بزرگه که به شکل شکوفه و ستاره است. سینی هم نیازی نیست چرب بشه یا اینکه کاغذ روغنی داخل اون بندازیم. برای روی شیرینی ها هم میتونین از انواع مقص ها و دونه ها استفاده کنین اما به طریقه سنتی اون معمولا از دانه خرفه استفاده میشه من برای روی کاکوی ها از دانه کنجد و برای روی سفید ها از دانه خرفه استفاده کردم حالا برای اینکه شیرینی هامون شکلشون داخل فر کاملا حفظ بشه برای مدت 25 تا 30 دقیقه داخل یخچال میذارم و بعد بلافاصله اونو توی فری که از قبل با 175 درجه سانتیگراد گرم کردم برای مدت 12 تا 15 دقیقه میذارم تا بپزه و آماده بشه عزیزان این شیرینی بسیار خوشخور و لطیفه جای همه شما خالی و خدا نگهدارتون